اطلاع عموم ورزشکاران، ورزش دوستان، اهل خبره ورزش، مخصوصاً پهلوانان، علاقمندان ورزش پهلوانی رسانیده می شود. قرار است به ابتکار شبکه تلویزیون ایمان 33 سالگرد شهادت شهید پهلوان غلام صدیق زرگر، جهان پهلوان، پهلوان نامدار کشور، پهلوان افتخار آفرین کشور که این برنامه برای شما بینندگان محترم جالب و دیدنی است، با زودی از طریق تلویزیون ایمان از برنامه جهان ورزش به سم شما بینندگان محترم تلویزیون ایمان تقدیم می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های زیاد خود را خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایمان و پروگرام جهان ورزش تقدیم می دارم. امیدوارم همه شما عزیزان دارای صحت کامل، خوش و آرام باشین. پروگرام جهان ورزش هر هفته روزهای چهارشنبه از ساعت 6 تا به 7 به خدمت شما می باشد. با تشکر از تلویزیون ایمان که زمینه پخش این پروگرام را برای ما مساعد ساخته، از نو هم تشکری می کنیم. امیدوار هستیم این پروگرامی که برای شما تهیه کردیم مورد پسندتان واقع گردد. امروز ما خوشبخت هستیم که یک جوان قهرمان و ملی وطن خود که از ورزش فوتبال، البته اونا به تیم ملی افغانستان بازی کردن و دمی آخر ما شما معلومات داریم که اونا رفتن در مملکت های جنوب آسیا با مسابقات اشتراک کردن و با افتخارانه رفتن و مسابقه را بردن برای اولین بار. البته میمان عزیز ما امروز آرش جان هاتفی هستن که کتیما آمدن. ما ازشان بسیار تشکری میکنیم که می میمونی ما را قبول کردن، گرچه که ما میفهمیم که در این روزایی که اینا آمدن از هندوستان برای بسیار وقت کم آمدن و با فامیل خود اینا و باز هم اونا قبول کردن که آمدن در پروگرام ما. از اتان بسیار ممنون هستیم. خواهش میکنم. البته آرش جان کل ما میشناسیم که در تمام مسابقات تورنمنت های ما که در می لوکال در نوردن کالیفرنیا می باشن یا همیشه بودن اونجا و درخشان بودن و پر افتخار بر افتخار برای ما این است که از اینجا رفتن و امی یک افتخار بسیار کلان برای مملکت ما، برای مردم ما، به نمایندگی ما به افغانستان کمایی کردن. ما بینندگان عزیز زیاد وقتتان را نمیگیرم. آرش جان البته اولتر از همه خوش آمدین به پروگرام ما و میتونین خود معرفی کنین، درباره خود برای ما معلومات بدین. آرش جان بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. اسم من احمد آرش هاتفی. پیش از اینکه شروع کنیم تشکر از شما، تشکر از تلویزیون ایمان، تشکر از برنامه دنیای ورزش از اینکه بر ما وقت دادین و برای متنان عزیز خود صحبت کنیم. ما فوتبال خود از سن سال 5 سالگی شروع کردیم در خود شهر علمیدا، در خود بیریا. اولین کوچ ما خود پدر ما بود، دکتر سبان. با از امو نقطه و بعد دیگه فوتبال خود پیش بردیم تا سن 18 سالگی را. های سکول ما در علمیدا های سکول تیر شده، در کلاب بیوکس فوتبال کردیم و در اولمپیک دیولپمنت پروگرام بودم. بعد از او با تیم یو سی دیویس، یونیورسیتی آف کالیفرنیا دیویس انتخاب شدم و پنج سال در اونجا فوتبال کردم. در جونیور و سینیور یر ما کپتان تیمشان بودم. تیم ما رنکت در جونیور یر ما رنکت 14 بود در نیشن و در سینیور یر ما رنکت 7 در نیشن بودیم در دیویژن 1. و بعد از او انتخاب شدم برای تیم ملی افغانستان. اولین سفر ما در این بود در مسابقه جنوب آسیا در 2011 در نیودلهی. در اونجا تا قهرمانی رسیدیم، متاسفانه دوم شدیم زده هند. امسال به شکر خدا توانستیم قهرمانی رو بگیریم از پیششان و قهرمان شد. البته بینندگان عزیز، ما خودم گفتم میتونم که بازی آرش جان از بسیار وقت میدیدیم و امی خودش باور کنین که نمی خودش باعث شد ما که اینا رو در فوتبال میدیدم بازیشان و خورد بودن و همچنان نه تنها آرش جان، برادرایشان کلشان و اینا رو که ما میدیدم، خود از امی برای ما یک احساس پیدا شد که بریم فوتبال بچهای دیگه که هستن در این طرف و طرف در چهار تریسی
جمع کنیم و فوتبال شروع کنیم و واقعا که آرش جان خودتان یک هیروی ما هستین به اصطلاح دیگه. مهربان است. تشکر و بدون از او افتخار از این برای ما بسیار زیاد است. البته ما گفتم میتونیم که در مسابقاتی که افغانستان البته مسابقه اول که در مقابل پاکستان بازی کردن باور کنین که گل دوم که شما زدین اینقدر برای ما دو چند یا سه چند برای مردم افغانستان برای خود ما بسیار خوش شدیم که یکی از خود ما رفتن اونجا و توانستن بازی کنن. آرش جان تشکر. دیگه آرش جان درباره از این که خوش رو کنیم بیای از مسابقه های آسیای جنوبی که باز رفتین از مسابقه های اول واستاد درباره از این و درباره از این بگوین که چطور بودن روش بازیکنای دیگه و مربیا و یا در مقابل شما یکی چون از امریکا خودتان رفته بودین و یوسف جان مشرقی رفته بودن و از اروپا چند برادرای دیگه رفته بودن بلد. چطور بودن چطور احساس کردین که در وطن رفتین دیگه بازیکنا رو دیدین یار دیدین درباره از او برای ما معلومات بله پیش از مسابقه های جنوب آسیا ما یک فرندلی میچ داشتیم زده تیم پاکستان که در خود کابل بود اولین بار بود بعد از تقریبا 31 سال 32 سال که در خاک خود یک مسابقه دوستانه گرفته شده بود و با شکر خدا 3-0 پاکستان شکست دادیم نه تنها یک حریف رایول کانتری بود بسیار یک مسابقه جالب بود بر ما و شکر گل دوم ما زدم و در خاک خود فوتبال کردم بسیار یک احساس خوشی میکردم و افتخار میکردم که این چانس بر ما پیدا شده بود امی مسابقه پاکستان بسیار به ما فایده بود چون که ما بین یک دیگه خود اما هنگ شدیم و اتفاق شدیم و امی کل بازیکنها توانست که چانس بگیره در میدان و بین یک دیگه خود هم بسته شویم بعد از او تقریبا یک و نیم هفته دو هفته ما ترینینگ کمپ داشتیم در خود کابل پیش از این که ما سفر کنیم به نیپال نیپال که رفتیم اولین مسابقه ما زده بوتان بودک بوتان ما همیشه شکست دادیم و وقتی که بازی کردیم در نظر ما مسابقه اول تورنمنت همیشه می دیفیکولت ترین مسابقه است چون که نمیفهمی که وات چی رقم آماده گرفتن و چی رقم فرمیشن و بازی میکنن همیشه تغییرات میرن و بچه ها یکان نفر زیر تاثیر میباشن از اون خاطر ما یک کم مشکلات پیدا کردیم اونا مسابقه 100% مسابقه های پاکستان ما دیدن و خوب آماده گرفتن بر ما و میفهمید که ما سیستم 4-4-2 رو بازی میکنیم very simple formation و در زدش اونا 5 نفر در وسط آورده بودن و نمیخواستن که ما از طریق وسط میدان ما حمله کنیم و اونمو یکی از strength ما هست که بر ما یک کم difficulty پیدا شده بود منتها به شکر خدا و زور خدا توانستیم اونا رو شکست بدیم بازو مسابقه ما زده شریلانکا بودک شریلانکا اونا رو شکست دادیم رفتیم زده مالدیوز که یک مسابقه بسیار کلان بودک اونا اول در گروه بودن باخ نداشتن ما باخ نداشته بودیم و مساوی کردیم اونا اول از گروه ما برامدن ما زده نیپال برامدیم سمی فاینال و اون مسابقه یکی از جالبترین مسابقه هست که ما اشتراک کردیم شوری 30,000-40,000 نفر ما فوتبال کردیم کل امی شار کتمندو آماده بود به این مسابقه چیغس و غالمغال زیاد بوده که حتی نمیتونستیم در پین قدمی امروی امی تیمیت خود صحبت کنیم کمیونیکیت کنیم و با بسیار فشار و با بسیار امی پرشر توانستیم 1-0 اونا رو ببریم دیگه مسابقه فاینال ما زده هندوستان بوده شکر البته بینندگان عزیز آرش جان عاطفی
از شمال کالیفرنیا به تیم منتخب به تیم ملی افغانستان انتخاب شده بودند. البته از طرف نیویورک یوسف جان مشرقی که می دوبل راز امریکا و البته پلیرای دیگه از مملکت های اروپایی رفته بودند. واقعا یک تیم بسیار بسیار یک بسته و یک تیم بسیار خوب بازیشان بسیار واقعا که پر افتخار بود برای کل ما. آرش جان درباره از این البته آدم گفته میتونه که همون مسابقه که شما کردین برای پاکستان این اولین دفعه بود که بچه‌ای که از خارج مملکت اومده بودن کمک میکردن تیم افغانستان برای اولین دفعه شما به افغانستان رفته بودین. پیش از او همیشه مسابقات به دبی و هندوستان دیگه جایا میشد، مگر این دفعه اول بود که شما رفتین. دفعه اول بود که ما می اردوگاه داشتیم در خود خاک در خاک خود و مسابقه داشتیم در خود کابل. بله بسیار جای افتخار بود برای ما، بسیار خوب بود که این دفعه اول بود. بله. دیگه درباره استقبال مردم افغانستان در مسابقه که رفتین درباره از این چیز بگوین و واقعا بسیار یک مسابقه بود که آدم هر چقدر گپ بزنه کم است. بسیار برای خود ما چون متاسفانه ما نرفته بودیم، شما اونجا بودین دیگه، درباره از او امیزینگ. بله ما امی در اون لحظه که ما پای ماندیم در خود خاک کابل، ای استقبال مردم و ما هیچ پیشبینی نمیتونستیم، هیچ ما در فکر ما نبود که اقا استقبال شود تیم ملی افغانستان. گفته نمیشم ای چی احساس میکردیم، اقا خوش بودیم، اقا شاکت بودیم که اقا نفر میای ما را تشویق میکنه، استقبال میکنه. بسیار یک صحنه جالب بود و هیچ وقت از زندگیم فراموش نمیشه. انشاءالله نه برای همونطور با نه تنها برای شما، برای تمام ما، برای تمام و هموطنان ما چی دیجا تیجا افغانستان در جای واقعا که چیز بودن دیگه. آرش جان درباره از این که بعد از شما مسابقه های هندوستان بردین آمدین در افغانستان، البته کل ما دیدیم که از ایرپورت چی رقم، ما هیچ وقت ندیدیم که حتی رئیس جمهورا یا هر کسی که می آمدن و استقبال نمی شدن، شما استقبال شدین. واقعا برای ما یک احساس خود ما دمیجه که کل ما که واقعا افتخار میکردیم که یک نماینده ما در اونجا هست و بعد از او در گرفتین البته با آقای کرزای و دیگه، درباره از او یک چیزی بگوین و برای شما وعده ها شد با سر از او گپ میزنیم. یکی از صحنه جالبه که در خود ارگ ما اکسپیرینس کردیم این بود که خود امی رئیس جمهور کرزای صاحب گفتن که در طول تاریخ افغانستان یک روز خوشی نامده بود قسمی که شما خوشی را آورده بودیم با وطن ما. این یک گفتنی بسیار جالب بود اکبر ما. اینا گفتن که ما خود رئیس جمهور صاحب گفتن که ما دمی 10 ساله که رئیس جمهور بودیم کوشش خود به حد کردیم که همین مردم خود خوش بسازیم. ما ناکام ماندیم گفتن شما دمی ظرف یک شب، دمی ظرف تورنمنت، دمی یک هفته توانستیم اتو یک خوشی رو بیاریم برای افغانستان. بسیار جای افتخار است. بله البته ما میتونیم دایی بگویم ما خودم شاهد هستم که من قصال تقریبا 30-35 سال هیچ وقت متاسفانه جای تاسف از دیگر چیز گفتن نمیتونیم. آدم هیچ وقت یک خبر خوش نمیشد، یک چیز اگه یک ذره بسیار خبر خرد خوش در مقابلش یک خبر بسیار که آدم جگرخون میساخت و ای اولین بار بود که افغانستان چی خوب دیدیم که مردم از هر قوم، از هر چیز یک جای شدن آمدن در هر قسمت شهر با هم دیگه یک جای شدن و این واقعا نه تنها خوشی ما بود و این آرزو را کردیم که یک روز همون کل مردم یک جای شدن که خیر مملکت ما جور شد و آرام شد و واقعا بسیار بسیار خوب بود. البته آرش جان برای شما دیگه پلرام این خوشبختی ماست و این خوشی ماست که حکومت ما و مردم ما و زیادتر ما میخواهیم که زیادتر تشویق شون و ما شما باید قدر بازیکنای خود داشته باشیم. متاسفانه به نظر ما او قدر که قدر دیگه مملکت ها و دیگه مردم ها داره ما شما نداریم. مگر بازم یک اگزمپل بسیار خوردی بود که برای اولین بار مملکت ما قدر بازیکنهای خود فهمید، قدر فوتبالرها و نه تنها و این درباره از این که هر بازیکن یک خانه دادن اونجا همونطور بود گفتن که براتون خانه میتیم تا والا دادن نشده اون تا ببینیم دیگه. ما چیز است و سوال دومی است که بسیار تاجران آمدن یا گفتن که ما میخواهیم کمک کنیم یا کنیم قدر ما میتیم از او شما چیز تاوال شنیدیم؟ ما تاوال یک قرار نگرفتیم. اگر راست خدا بگویم متاسفانه کرزای صاحب یک توفه
بسیار جنرز دادن برای ما غیر از قرضه سیف دیگه ما چیز نگرفتیم. البته ما شما میتونه میره گفته که این توفه اصلی را گرفتیم که توفه اولی بود. او توفه ما شما کل ما میفهمیم که او را نمیتونیم با پیسه یا چیز هیچ کمپیر نمیشه او را گرفتیم. مگم بازم ای که بازیکنهای خود ما شما تشویق کنیم بازیکنهای خود سپورت کنیم ای بسیار ضروری است که شما خودتان بازم با سر انشالله سر اکسپریانس از ای که آل در هندوستان رفتین در کلاب های لوکالشان بازی میکنین درباره از او گپ میزنین و حتما شما اکسپریانس ها دارین که چقدر مردم قدر بازیکنهای خود میکنن چقدر مردم قدر فوتبالرای خود میکنن. دیگه امیدوار هستیم که افغانستان هم همون چیزایی که گفتن برای بازیکنها معیا بسازن استیدیوم ها را جور کنن اشتوکا و یارا. آمدیم سر از این آرش جان که شما ما خود در ظرف 8 سال 9 سال یا زیادتر در اینجا شما فوتبال های چیز دیدین و دیدین کلاب ها جور شده نام خدا و هر کس در هر شهر نام خدا کلاب ها داره درباره از این چی گفتم میتونین حتما بسیار یک چیز مثبت است به خاطر از اینکه جوان های خورده که انشالله بعد از اینا میان کمک میکنن یا یک کار بسیار خوب است شما چیز گفتنی دارین؟ شکر است. امی کلاب هایی که در خود بریا جور شده و با چندین سال پیش میبرن جای خوشیست برای ما. ما بسیاری امی جوان های ما they wait several months to play the tournament های ما و همیشه آرزویشان نیست که چی وقت دیگه تورنمنت است که ما فوتبال کنیم و جای افتخار است که امی کمیونیتی ما شکر هم بسته هستن اتفاق هستن و همین تورنمنت هاست همین سپورت ماست که کل را یک جای میسازن. بله دیگه این حال جوانای ما و پلیرهایی که خورد هستن اونا این ببینن که ما و شما همینطور که البته درباره آرش جان گفته میتونیم که همینطور فامیلشان پشتشان بود همینطور کمیونیتیشان پشتشان بود که توانستن امروز نام خدا شکر میکنیم که با تیم ملی افغانستان و حال نه تنها در اوجه حال هم همه قدر برشاندمند است که باعث پروفشنال رفتن به کلاب های هندوستان بازی میکنن. دیگه اینمی خودش یک چیز که به جوانای ما باید از سنازی سعی کنن که تمام جوانا میتونن که هر چیزی که خودشان بخواهن میتونن حاصل کنن تنها زحمت بکشن. بله زحمت و تالی بسیار خوب چیزه و ما از این کمیونیتی که یا کلان میشن ما از این کمیونیتی آمدیم و ما یک اگزمپل هستم که بعد از اینا که you can make it if you work hard if you work hard, if you train hard, if you focus, if you're disciplined you can make it. It's doable. And البته بینندگان عزیز آرش جان اینال ما شما سر از این گپ بزنین که آرش جان خودش چقدر سکرفایس کرده چقدر یک متاسفانه هر فارسی از پیش میال یادم رفته چقدر که اول فکر کنین 45 روز از کار خود اینا البته اینجا درس خواندن در رشته کار گرفتن در چند سال کار میکردن 45 روز از کار خود رخصتی گرفتن رفتن برای تیمای که بازی کنن برای تیم ملی بعد از او چون امی پشنشان بود امی یک گولشان بود که در تیمای چیز بازی کنن یک اپورتونیتی برشان پیدا شد رفتن حالا باعث پروفشنال ساکر پلیر در هندوستان بازی میکنن و این خودش یک سکرفایس بسیار بزرگ است و ما باید سر از این تو فکر کنیم که آرش جان همیشه در فکرش بوده و ما همیشه که کتیتان گپ زدیم در چند سال و شما همی چیز مملکت همی عشق مملکت و فوتبال همیشه در دلتان بوده و همو باعث شد که شما امروز چون میخواین مملکت ما را کمک کنین و رفتین بر هندوستان بازیتون ادامه دادین چون در افغانستان حالا بازی ادامه نداره دیگه از او خاطر رفتین و این یک خودش یک سکرفایس است که آدم هیچ گفته نمیتونه. البته آرش جان اون پروفشنالی کار میکردن کار خود ایلا کردن 45 روز اونجا رفتن حالا بیخی دیگه کارتان استاپ کردن کار خود استاپ کردیم قرارداد کردیم که یک تیم کلاب اند و در یک سال قرارداد کردیم برای اونا فوتبال میکنم. خب آرش جان درباره از این برای ما معلومات بتین که در اوجه قرارداد کردین باز تمرین هایتان چطور است مسابقات چطور است سوی فوتبال بازیکنایی که در اون لیگ که شما بازی میکنین یا لوکال تیما بازی میکنین
نظر به او چطور است؟ به شما بازی کردین، بر افغانستان هم، بر تیمایش دیدین، بچه های بازیکن های افغانستان هم دیدین، نظر چطور شما مقایسه میکنین؟ تیمی که ما قرار کردیم به نام مومبای اف سی، یک سال که شما قرارداد کردیم، مومبای اف سی در لیگ اول هندوستان، لیگ برترشان اشتراک میکنن. ما در خود لیگ تقریبا اگر اشتباه نکرده باشم 13 یا 14 تیم است. در کل هندوستان ما به سبب فور اگزمپل ما یک مسابقه پیش زد یک تیم در شیلانگ داشتیم، در شیلانگ که در ایست پارت اف هندوستان است، نزدیک چین، در سرحد چین سفر کرده بودیم. تقریبا از ممبای 4 ساعت در طیاره بودیم تا کلکته، از کلکته 2 ساعت سفر کردیم تا گواتی، باز از گواتی 6 ساعت در بس سفر کردیم که در کوا و در خنک که به شیلانگ برسیم. و لیگ بسیار کمپتیتیو لیگ است. دمی لیگ کل بازیکنای بسیاری بازیکنای تیم ملی هندوستان از امی لیگ انتخاب میشه. هر تیم اجازه داره که 4 بازیکن خارجی در تیم خود بگیرن. و امی خارجی ها از هر جای دنیا هستن، بسیاریشان از افریقا میاین، از اروپا. خود ما که افغان هستیم، اولین تیم است که 4 افغان قرارداد کرده بودن و کل خارجی هاشون افغان بودن، خود تیم مومبای اف سی. و تقریبا در 5 مسابقه که ما اشتراک کردیم تا بال باخ نداریم، 2 دانه بردیم، 3 دانه مساوی کردیم و شکر خداست که همین چانس هم یا همین راه بر ما پیدا شده و کار اینجی خود الا کردیم، رفتیم به فوتبال. 100% فوکس ما در فوتبال ماست. البته که میفهمیم که شوق فوتبال چقدر در دل آدم می باشه. ما خودمون متاسفانه حالا خودسن زیاد شدم، مگر همیشه سر از این فکر کردیم، گفتیم خدا ما نمت جان می داد و همه تو پیسه می بید که آدم فوتبال می کرد. خب حالا نیست، خیر است، شکر است. در باره از این پلیر های دیگه که از افغان هستن، در باره از اونو می گین در کلبتون گفتین 4 نفر دیگه انتخاب؟ بله بله، اما وقتی که من قرار کردم، حشمت بارگزای یک وقت امرای من قرار کرده بودن، اونا از کابل انتخاب شدن فوروارد ماست. اونا اگر نگفتن همان اونا زده در دمی تورنمنت جنوب آسیا زده بوتان گل زده بودن و زده اگر و زده شریلانکا هم گل زده بودن. دیگه بازیکن ما که کپتان تیم ملی ماست، اسلام امیری، اونا 3 سال میشه، 3 سالشان میشه که امرای مومبای اف سی فوتبال میکنه. اونا هم قرار دارن و بعد از زمی تورنمنت جنوب آسیا 2013 سنجر جان هم انتخاب شده بود. سنجر جان که از آلمان آمده فوروارد ماست، در مسابقه قهرمانی ما گل دوم اونا زدن و اونا هم قرارداد کردن به مومبای اف سی. خب بینندگان عزیز، ایرا آرزو میکنیم که یک روز در مملکت خودمون همتو صلح بیایه، در مملکت خودمون همتو آرامی بیایه که همه تو کلاپا و همه تو تیما و همه تو هر ولایت از خود همه تو یک تورنمنت داشته باشه و یک روز شوه که کل ما و شما و همه تو شما مثلا برادرای ما کلشون دمونجا چیز شون. خب حالا چون زمینه همه تو مساعد نیستک دیگه، از او خاطر شما اونجا رفتینک دیگه. درباره همین زندگی در اونجا چی رقم از آرام How is training it on after چند روز است؟ ما هر روز تمرین داریم. مسابقه که بریک داشته باشیم یکان دفعه روز، 2 دفعه ما تمرین داریم. یک روز صبحش در بیچ است، در بیچ می دویم و پیشینش در میدان فوتبال است، در اونجا تمرین داریم. یک روز تیر نمیشه که ما تمرین نداشته باشیم. همین بریک ما هم یا در جیم است، وزن برداری میکنیم یا شوران از لایت پرکتیس از بار از مسابقه. هر روز تمرین است. و دیگه سوالتون چی بود؟ و آوره خب سوی فوتبال افغانستان بازیکنهایش با سوی که شما در این لیگی که بازی میکنین بله. چی رقم شما او را چیز میکنین؟ دو لیگ مقایسه میکنین؟ مقایسه لیگ هند نسبت لیگ افغانستان 2 سال میشه که استابلش شده و امسال دومین سالشون است. هنوز بسیار وقت دارن بساره که رشد کنه و بهتر شوه. منتها ما هم شکر است، همی لیگ برتر افغانستان
بسیار پیشرفت از نام خدا آمده. از طریق یوتیوب همه میتونه مسابقه را لایو ببینه و مردم که میبینی، تشویق که میبینی، بچه‌ای که از هر ولایت میآیند، می سوی فوتبال که میبینی فکر میکنی که یا شاید فوتبال نکرده باشه، منتها بسیار پیشرفت شده می فوتبال ما و شکر است از امی لیگ تیم ملی ما انتخاب میشه و از خارج از افغانستان بچه هم انتخاب میشه. این چیز هم در هند است، هند امی لیگشان این از 10 سال زیاد است که فوتبال میکنن و دیگه پروفیشنال لیگ است، بسیار پیشرفت هستند. سپورت مملکتشان هم است، کمک مملکت. بله بله بله، بسیار امی اپورتونیتی زیاد است در هندستان نسبت به افغانستان. مونتا افغانستان اگر نمی تو پیش بره میشه چلو. We're taking kind of one step at a time. Yes, yes. And everything comes with peace, you know. هر وقت که آرامی و مملکت آرام به آرامی به انشالله هر چیز میاد. آرش جان درباره ما و شما این افغانستان که خیر در ماه فوریه میرن به پاکستان به اسلام آباد، ما برای مسابقه یک مسابقه دوستانه اونا آمدن به افغانستان مسابقه کردن، حالا افغانستان میرن به پاکستان به خاطر که همون تو قراردادشون بله. در او شما شامل هستین میرین؟ بله بله بله، ما هر وقتی که مسابقه ملی باشه امیل کلب ما اجازه میده که ما اشتراک کنیم و امید است که قسمی که پیش 3-0 شکست دادیم تیم ملی شانه بازم شکست بدیم پاکستان. آرش جان، حالا درباره ویدیوهایی که شما آوردین از درباره از اینا اگر صحبت کنین. این هایلایت مسابقه ما از در هند ممبای اف سی، مسابقه اول مسابقه را که میبینید زید ایست بنگال کینگ فیشر است، یکی از کلانترین کلاب های هندستان است و که ببینین مصرفشان کلابشان یکی از کلانترین کلاب های هند است. این گول اول ما بود که زدیم زیدشان و امسال 3-2 بردیمشان. مسابقه من تقریبا 3 هفته پیش این مسابقه خلاص شد و ما شکر خدا و گل دوم ما زدم. این گل اول ماست، یعقوب و یکی از فوروارد های ماست که از گانا آمده اونا گل اول زدن. این گل اول کینگ فیشر است که در خود پونه ما خوردیم متاسفانه. بعد از این گل ما میاد اینجا. خب این حال بعد از این تیم شما میان دیگر بعد از این گل اونا باز ویدیو پس میهم. خب اینی گل ماست که گل دوم پاس از فوروارد ما میاد یعقوب در میتون تو پاس نام خدا دارم بسیار یک انگل بسیار سخت نام خدا گفت دادین اینجا. شکر است شکر است. اونجا اسلام امیری از خوشی آمده بودم. برو خوب است که هموطن ها هستی نمونجه به نام خدا. این گل دوم هست، همین مسابقه رو 3-2 بردیم زده کینگ فیشر. بله، البته در این مسابقاتی که همیشه ما و شما دیدین آرش جان بسیار اسست های زیاد هم کردن، در مید بودن همیشه در دیگر پوزیشن هم بسیار زیاد اسست کردن و همیشه ما می دیدیم که نام خدا چی خوب اسست ها و پاس های مقبول و یه جای افتخار است برای ما. شکر است، تشکر. آرش جان درباره آب هوا اوجا بگوین چطور است؟ گرمی است؟ ممبای دیگه زمستان نداره. خب حالا که بریم تقریبا 70 درجه باشد یا 70 یا 80 درجه باشد روز، شام هم عین چیز یا 65 70 درجه است بیرون. خب شکر شکر. یه زمستان جان. خب یه زمستان تابستان دیگه خیر. تابستان دیگه کار خداست. خیر شما را پیش بله. خیر باشه. خب آرش جان از افغانستان شما به تیم ملی به تماس هستین؟ البته ما شما گفته میتونین که همیشه اگر تیم ملی ما مسابقه داشته باشن یا شما رو کار داشته باشن، این قراردادی که شما کردین باعث از حتما شما را یک میور داده که میتونین در اشتراک کنین. بله بله مسابقه. تیم ملی always comes first. بله آنه خدا این تیم ملی عکس چست نه؟ این عکس تیم ملی ماست پیش از مسابقه بوتان. ای هایلایت گل ما بود که زده تیم لاوس در آخرین مسابقه چالنج کپ. ما 1-0 پاس بودیم
و ما باید از این مسابقه را یا می بردیم یا مساوی می کردیم که دیگر راند بریم. و ای در این مسابقه ما می گول اول ما را زدم که مساوی کردیم مسابقه را. این حال ما چلنج کپ بخیر در ماه می یا جون که در مالدیو است میریم انشاءالله در راند دوم چلنج کپ. نام خدا آرش جان. آرش جان در باره از این چلنج کپ برای ما اول بتیم. چلنج کپ یکی از کمترین تورنمنت های آسیا است. از چلنج کپ که اول برای این در ایژا کپ میبرایه. بله. و ایژا کپ زده تیم های دیگر کلانترین تیم مملکت های آسیا است. زده استرالیا بازی میکنن، ژاپن، ازبکستان، زده کل از اینا این مملکت ها دیگر تورنمنت. Inshallah, we will meet him or Rajan, no Mahoda. Kati Khair, like you said, we take it one step at a time. Inshallah, Khoda Borezi picture Aksa Garvizanin. Yes, Aksa, Yabacha was Banam Shams Amini, web designer, Federation of Football of Afghanistan, as you know, no Mahodashan, Bishas, the Dadaran, Wami Azar Bozikon. والپیپرهایشان رو جور میکنه، دیزاین میکنه، عکس های اکشن ما رو میگیره، خودشان دیزاین میکنه. اینمی کسبشان است، ویب دیزاینر فدراسیون فوتبال افغانستان است. بسیم یک اکس تیم ملی است نه؟ یک اکس تیم ملی است، امی ستارتینگ 11 است، امو 11 نفره زده پاکستان که فوتبال بود، امو مسابقه پاکستان است. خواه نام خدا. اونجا میبینین یوسف جان مشرقی که از نیویورک. بله. آمدن خودم اسلام امیری، بلال آرزو، سنجر احمدی، علی احمد یارزاده، مصطفی آزادزوی، چند بازیکن دیگه که نام خدا، نام خدا آرجان. آرجان این چیزایی را که ما میبینیم، ولی ما خودم واقعا او دفته دیگه هم امین جان هم اومده بود، ما خیال میکنیم که یا نوزم جیم است. مگم it's amazing you guys accomplished so much. دعای شماست، تشویق شماست که توانستیم همی افتخار بیارم به وطن خود. شکر است. آرش جان درباره یک خاطره خوشی که داشتی در ظرف سفرهایی که داشتی یا چیز کدام خاطره داری که کتی ما شیر کنی؟ یک خاطره خوشی که هیچ وقت از یادم فراموش نمیشه. اول همی ما که از تهران تا شدیم در کابل بعد از مسابقه های جنوب آسیا که رفتیم تا غازی استادیوم امو درایو از میدان هوایی تا غازی استادیوم تقریبا 15 دقیقه راست. از 15 دقیقه زیاد نیست. ما 2 ساعت و 45 دقیقه ما رو در بر گرفت که امیر رو ببریم. از اون نقطه که از طیاره تا شدیم تا غازی استادیوم سرکا پر بود. ما نمیتونستیم از 5 مایل پر اور زیاد بریم. اق نفر بودک. ایج باور من نمیاد که اق مردم از کاروبار خو ایج کاروبار اله کرده بودن. ای اکس نبود که ایج از یادم فراموش. یکی دیگه ایست که ما و امین جان زعفری رفته بودن در روزای آخر الکترونیک میخریدن یا میخواستیم یک یو اس بی استیک بخریم که می اکس ها را در یو اس بی سیف کنیم. ما از مغازه در شارنه برامدم که بار اومدم یک تفلک یک 4 ساله 5 ساله بار اومد گفت که خودت آرش هستی؟ گفتم آرش هستم. گفت یک مجله کشید یک عکس خودم بود زده پاکستان که گل زدم اما اکشن بود. گفت که امیر میتونی امضا کنی؟ گفتم هزار دفعه این امضا کردم برش. رفت به شکارش گفتم خیلی ببینی او رفت. ما باز 5-10 قدم پیش میگشتیم تا هتل خود میرفتیم. پس که سعی میکنم صدای آرش 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 میبراید. همین یک بچه کل رفیقای خدا آورده بود تقریبا 10 میدوید از پشت ما. پشت ما میدوید دیگه بچه ها مجله نداشتن بیچاره. قلم بود بود آستینای خود بالا کردم گفته آرش میتونی امضای تو دست ما رو نشته کنین. باز با کلشان امضا رو دستشان یک خاطر است که هیچ وقت از ما یاد ما فراموش نمیشه. واقعا که هیچ آدم چیز نمیکنم. یالا ما خیال میکنم که هیچ امکان. خب خداوند شکر میکنیم که امت یک روز آمد. و البته شما گفتین اینقدر مردم بودن از میدان هوایی تا با خود امو هتلتان یا جایی که رفتین. ای خودش نمایندگی از میکنه که
اولین دفعه است که واقعا اولین دفعه است ما خودم دمی عمر خود که دیدیم از 14 ساله یا 15 ساله بودیم که از افغانستان برآمدیم، جنگ یا یک چیزی یک خبر خوش هیچ وقت برای ما چیز نبوده و این اولین بار بود و می هم خودش نمایندگی میکنه که چطور و این گفتم میتونیم که نه تنها در خود کابل در تمام ولایات مردم چیز بودن. بله برای ما که رسیدیم در خود کابل خبر آمده بود که در هرات یگال است، در قندار، در مزار، کلگی خوش بود. خدا مهربان است که یک روز امی خوشی ما به خوشی سلطه تبدیل شد و مملکت ما آرامی به آرش جان درباره فیوچر پلان، واتس یور پلان، ان شاء الله یک چیز ما را معلومات بدین. این میال فوکس ما به ممبای اف سی است. قرارداد کردیم، شکر فوتبال ها میگذره. We're playing well, training hard, staying fit, staying healthy. و فیوچر پلان است که بخیر این میال مسابقه، چالنج کپ میایم، مسابقه های چالنج کپ. انشاءالله در اونجا نتیجه خوب بگیریم و در دیگر راند برایم و موفق باشیم. البته پلان آرش جان البته برای ما یک ذره سخت است به خاطر که همیشه اینجا امرای ما بودن، در مسابقه بودن یا بودن، حال متاسفانه از ما یک ذره دور شدن. بله به افغانستان و هندوستان نزدیک شدن، یا هم جای افتخار است دیگر چون خدمت است به وطن و همیشه در فکرشان بوده و انشاءالله آرش جان همیشه برای تیم ملی افغانستان می باشن و انشاءالله در آینده زیاد یارا می بینیم. و خب آرش جان چیزی گفتنی دارین برای بینندگان ما یا برای جوانای ما اینجا که پیشتر هم سرش گپ زدیم؟ ما از شان خواهش میکنیم که پشت یک کار بگیرن، سرش زحمت بکشن و از فامیلای خودی را خواهش میکنیم که سپورت کنن پلیرهای ما را، بیان اولادهای خود سپورت کنن. اما تو شما پیشتر یاد کردین فامیلتان بود در پشتتان که شما تانستین به اینجا رسیدین، اونا هم بیان تشویق کنن در مسابقه بیان اولادهای خود ببینن. به خاطر من همیشه فامیلا را میگم که این تایم است که باز پس نمه. بله این تایم است که پس نمه. بچه‌ای که مثلا باید بچه‌های خرد ما که شروع میکنن باید 7 ساله و 8 ساله و شاید 5 ساله، ما میال تیم داریم که 5 ساله ویاست، از اون سن شروع کنن و همیشه موجه باشن. ما مادرای داریم که میان نام خدا میان در میدان موجه میشینن که تی اولادای خود یک ساعت دو ساعت کار خوده، اونمو یک چیز است که پس نمه. بله دیگه آرش جان ما ازتان بسیار زیاد تشکر میکنم، واقعا که یک افتخار ماستین، افتخار لوکال از شهر ماستین و نه تنها افتخار ملت ماستین. و انشاءالله در مسابقه زیاد ما آرش جان میبینیم و من به این یقین دارم که در آرش جان همه قدر سکرفایس که کردن و ایره من میفهمم و کل میفهمن که از کار خود، از روزگار خود، از کریر خود اینجا یک استاب کرده بخاطر ما، بخاطر از میسپورت، بخاطر مملکت ما. من ازتان بسیار زیاد تشکری میکنم آرش جان از این که میمونی ما را قبول کردین آمدین. شکر ما باز هم ازتان تشکری میکنم. دیگه بینندگان عزیز آرش جان همیشه دعا کنین که یگان دفعه که ما تورنمنت میگیریم باز هم اینجا بیاین در وسطای خود در تورنمنت ها بازیشان رو ببینیم، اولادای ما بازیتان رو ببینه. دیگه ما ازتان بدون از او یک تشکری دیگه میکنم که همونطور یک تورنمنت رفته بودین در ساکرامنتو، شما اولادارا در بغل گرفتین، اولادارا و دی لوک اپ تو یو اند آی ریلی اپریشییت دات. مای پلژر. تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز پروگرام ما امشب به پایان میرسه. پروگرام ما هر هفته روزهای چهارشنبه از 6 تا به 7 به تلویزیون ایمان پخش میشه. امیدوار هستیم شب خوش، آرام و خوش باشین. تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. الله یارتان. با امان خدا. به اطلاع عموم ورزشکاران، ورزش دوستان، اهل خبره ورزش، مخصوصاً پهلوانان، علاقمندان ورزش پهلوانی رسانیده می شود. قرار است به ابتکار شبکه تلویزیون ایمان 33 سالگرد شهادت شهید پهلوان غلام صدیق زرگر، جهان پهلوان، پهلوان نامدار کشور، پهلوان افتخار آفرین کشور، که این برنامه برای شما بینندگان محترم جالب و دیدنی است، به زودی از طریق تلویزیون ایمان از برنامه جهان ورزش به سمع شما بینندگان محترم تلویزیون ایمان تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك الله العظيم. North Star is a very innovative school that has been set up to provide a solid foundation not only for developing a healthy Islamic spirit that will suffice the young children who are there for the rest of their life, but also to lay down a solid educational foundation. We have gardening units that are tied to our plant units. We have community service projects that are tied to our social studies units. So we try to engage them in activities that are putting into practice what they're actually learning in the classroom. One of the important things about North Star is the fact that this is more than a school. It's a community, so when a family comes in here, their children don't just go to the school. They also, there's a sense of belonging. You know, we've got a very diverse group of families that go to the school, and I think that's something that we are really proud of. I know I'm very proud of that. I can honestly say that those elements necessary for sound education are there. The Quran is there, the adhkar are there, the science is there, the math is there, the social sciences, social studies, all of those intellectual elements are there. So brothers and sisters, whatever you can do to support this wonderful effort, please make that sacrifice, because this is truly sadaqah jariyah. This is an ongoing charity for everyone.